روش‌های تربیت اسلامی، شکل‌ها و شاغول‌ها، قسمت دوم. خب همون کسی که در ده تو، ملای ده تو، این در راه اسلام ریش سفید کرده، اومد پایین، یک دین از اون ریش ها محبت کنه. اگه دست می‌کشید، خب تو یه ریش یه بینی ول هست داد تو، اونم بوسید و رفت بالا. از بغل شروع شد. بدونه بدونه. رفت بالا تحریک کرد ایوه الناس، شما ها آب همو دزدیدید، شما به هم خیانت کردید، از مرتع هم چریدید، پدرتون میسوزه، پولستراس اینه، راه اینه، باری که بعد کار کنید. حالا اینو رسول به من بشارت داده، آقا عرضه کم تقاضا زیاد، قیمت بالا رفت. دیگه شیخ رو همینطوری اومده بودن از روشش میکندن این سر بالا، یه خودش فرصت این که بکنه نداره، موار صورتش رو کندن، هجوم آوردن به موی سرش، کچلش کرد. این دادش بلند شد، ایها الناس زنها شما غیبت کردید، شما از شوهرها اطاعت نکردید. شروع کنید آقا اومدن از اون طرف، خلاصه موی بر تن این باقی نگذاشتن. این همونطور افتاده بود، اون زیر دست و پا خون از سر و صورتش را افتاده بود. یه موقع اون زیر سرش افتاد به اون منبر، گفتش آخه تو که دست و کی پیغمبر خواب دیدی؟ گفت که دست و هم موقع که تو خواب دیدی، اون وقتی که تو به اون مقصد رسیدی ما هم به این مقصد رسیدی. قرض اینه تیپ مغرور رو بس با شاگردی دست داد، در این صورتی که میشه پستش رو گرفت و میشه از او کاری که میخوایی بکشی، راه داره. تیپ مغرور گفتم در یه حدی پایین تر از تو با یه روش، و در یه حدی برتر از تو با یه روش. کسی که مغروره و به غرور رسیده، اونهایی که بالاترن میتونن ضربه بزنن چون ضربه نمیبینن، ولی اونهایی که پایینترن ضربه بزنن خورد شدن از دست رفتن. این یه روحیه، یه روحیه هم روحیه منفعت طلبه، سود میخواد و نمیدونه سودها در کجاست، منافع در کجاست، شکل نمیتونه بگیره، میشه منافق، میشه بیشکل. نفاق عاملش منفعت طلبیه و معنیش بشکلی تذبذب مذبذبین بین داده، لا اله الا الله و لا اله الا الله. منافق درونی بیروه، مثل آب میمونه، آب شکل نداره، به شکل ظرفی که درش قرار میگیره. منافق شکل نداره، به شکل محیطی که درش زندگی میکنه. وقتی پیش مؤمنین میان میگن انا معکم و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، ما با شما هم. در واقع نه با اونان و نه با اینها، به شکل محیطی هم که درش قرار میکنه. خب این روحیه منفعت طلب رو با چی میشه ساخت بشه؟ اصولا روحیه منفعت طلب ترسو میشه، نه نمیدونه سودا در کجاست، حذر درش هست، ترس هست. اولا به این تفهیم میکنن تو سود مگه نمیخوای؟ ببین یک راهی شروع کن که با شروعت رسیده باشی، راهی شروع کن که برد و باختت برد باشه، احسن حسنیان مال تو باشه. تو ربیت میخوایی و بدون منافق بهره بهرمند نیست، منافق طعمه خورنده نیست. تو مگه نمیخوای سود کنی؟ ما را به از تجارتهم، این تجارت ها سود نمی کنه. منافق همیشه سود میشه برای دیگران. کسانی که بیشخصیت هم طعمه با شخصیت ها هستن، این شخصیت ها چه شخصیت متحرک باشه مثل مؤمن یا شخصیت متحجر باشه مثل کافر، منافق همیشه طعمه. استوقد نارن، آتشی با رنج برم میفروزه، فتنه رو به پا میکنه تا راهش روشن بشه و منافعش رو سیر کنه، ولی همین که آتش روشن بشه و ذهب الله به نورهم، بهرش مال اونه و چوب نیستوتش مال اونه باقی میمونه. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، منافق همیشه طعمه و سود نمیده. اینه که کسانی که منفعت طلبن و بیشکل میشن باید بهشون رب عالی، سود عالی نشون داد و نه ترسو بارمیان. اینا رو میشه از راه تحقیق ساخت، با تصویرها ساخت. اینه تصویرهایی که راجع به این تیپ منفعت طلب منافق مطرح میشه در قرآن خیلی زیاد و تحذیری که مال اینا میشه زیاد میشه. یحذر المنافقون، منافق از حذر سرشاره، ترس داره، اینی که بیشتر از تحذیر میشه. اینا میترسن، یه روحیه ترسناکی هستن که میگن نکنه سودا بره. اینی که نمیدونن وضعیت چیه، هر کسی بهشون بگه هان اینجوری شد، منافعتون در خطر افتاد، میترسن، میلنگن، تزلزل دارن که نکنه وضع بازار بیاد پایین، نکنه عرض قیمتش هم بشه، نکنه ارزش ها شکسته بشن.
حالا اینا بعد توی وسعت بیشتری گفتگوی عمیق‌تری ازش بشه که منافق عاملش چیه، علائمش چیه و روش درگیری رسول با منافقا در چه مراحلی بود. این چیزی که گفتم یه مرحله از درگیری، مراحل دیگه هم هست که رسول با اونها همراه بوده، از مرحله توصیف اونها و مشخص کرد. چون این منافق دشمن درونی رسول در یه مرحله میسازه اینها رو، در یه مرحله هم توصیفشون میکنه تا مشخص بشن تو جامعه رو بیان، و در یه مرحله هم کاری میکنه اینا سازمان نگیرن، تشکل پیدا نکنن، عمیق نشن. اذن میشه رسول، گوش میشه، خودشو چشم و مغز نشون نمیده تا اینا در اعماق کار کنن و ریشه بدونن. اینه که منافقین راجع به رسول میگفتن هو اذن، این گوشه، یعنی هر چی بگیم بهش میشنوه. ساده قل اذن خیر، این گوش خوبیه، حساب داره. جدا روش رهبری رسول عمیقه. انشاءالله توی فرصت‌هایی که گفتگوهای شده بوده، توی فرصت‌های دیگه هم بعد گفتگوهای وسیع‌تری بشه که رسول چگونه کنار اومده با منافقا. ما اصلا نمی‌دونیم چی کرده با اون. از عمق رهبری گفتم مواد ما خیلی محدوده، قناعی نداریم. نه منافق رو می‌شناسیم، نه عوامل این نفاق رو می‌دونیم چیه، و نه علائمش رو با روابطی که داره. گفتم منفعت طلبی ترس میاره، منفعت طلبی زد و بند میاره، منفعت طلبی خیانت میاره، منفعت طلبی دروغ میاره، جاسوسی میاره. اینه که منافقین هم جاسوس بودن، هم فتنه‌گر بودن و هم دروغگو بودن، هم ترسو بودن، هم مزبزب بودن. میشه و رسولم با این گوهویه ها میدونه کجا بره. اینه که یه آیه وقتی که تو قرآن میاد دست میذاره اون نقطه حساس اینا، ما را به حد تجارت هم سود میخوایی پوسیوز، اینجا سودی نیست، ما کانو مفتدین، اینا راه پیدا نکرد. یه سری روحیه هم هستن اینا، آقا یه سری سنت ها هم باشته شده تو وجود اینا، یک به قول اون بابا دائرت المعارف هم یک عالمه چیز بلده، ولی از اون چی که یاد گرفتن ارتزاق نمی کنن، زندگی نمی کنن باید. اینا پر خوردن، بعد تخلیه بشه، خالی بشه. اینا رو بهشون چیزی بدی بهشون زور میکن. گفتم به شکمی که پره اگر غذا بدی هم به غذا زور شده هم به اون شکم، هم غذا زایه میشه هم شکم پره میشه. اینا رو بعد ازشون گرفت، این گوهی های پرخور سرشار رو بعد ازشون گرفت تا به حد طلب برسن. وقتی که به حد طلب رسیدن اون موقع میشه بهشون داد، و اون موقع تازه بعد روش ها رو بهشون داد و ملاک ها رو بهشون داد و کلید ها رو داد، نه مطالب رو. اینا رو نباید آب انبار بار آورد، بعد ضربه بهشون زد تا بجوشن. یه روحیه هم روحیه لیزه، سطحی هم در میرن، از حال این که با تو جمع بشن، همین که بفهمن میخواد یه بحث جدی بشه، به یه عنوان جیمکنگ میشن ده برو، نمیتونی بیا بیشون گوش مونم. بله بله مشغولن، گوش گوش دادن بسته، فرارشون رحمت. این روحیه ها رو باید چی کار که بخشو؟ اینا یه مرحله، اینا غالب فرصت این که از خود قرآن آیه ها بیاد و توی توضیح بیشتری باشه، خیلی عمیق میشه که انتاسه عمق قرآن رو درک میکنه و اینا میفهمی تو آیه ها رو با چه تیپی بخونه. هر آیه به درد هر تیپ نمیخوره. اینی که خود قرآن همیشه نازل نمیشه، حتی اختیار نزول قرآن با خود رسول نیست، حتی رسول نباید شتاب کنه تا از اون آیه هایی که میدونه بخونه. لا تعجل بالقرآن قبل ان یقضى الیک وحیه، ما میدونیم باید در کجا چه آیه وارد کنه. لا تو قرآن دو مرحله داشت، انزال داشت، یعنی مرحله دست یک مرتبه نازل شده بود که فی لیلۃ القدر، و یه مرحله تنزیله که مربوط به حادثه هاست، تیکه تیکه نازل میشد. نصب به تبهی فادک، این تنزیل به خاطر این بود که رسول در هر حادثه پشتبانه میشد. نصب به تبهی فادک و رتالله ترتیلا، خواستیم تو محکم بشی، قلبت محکم بشه، این بود که تیکه تیکه برسه. خلاصه این روحیه مغرور، این روحیه لیز سطحی رو یه مرحله بعد خاکمالیش کرد، دست انداخت، هیچ چیزم نباید بهش داد، فقط بعد دستش انداخت خاکمالی بشه. مرحله دوم بعد غیر مستقیم در بگی تا دیوار، مستقیما به او بخوای خطاب کنی نمیشه. ما خودمون بچه بودیم، شیطون بودیم، جدا فراری دوست بودیم. پدرم اگه میخواد مستقیما منو نصیحت کنه، در میرفتم یا با گوشم بازی میکردم یا با یه جایی ور میرفتم تا ولم کنه، اصلا رنج میدیدم، اصلا حال اینکه مستقیما با من گفتگو کنن نبود. ولی پدرم راهی داشت، شبها که چای درست میشد و مینشستم اونجا، بزم بود که بزم زیبایی، پشمندام تو حیاط زده شد و ما بازی میکردیم، ایشو قصه های شروع میکرد گفتن، بودن کسانی که بشنم،
ما میخواستیم بیم گوش کنیم، گفت پدر نامرد بریم، ما رم میدادیم، ما میرفتیم میدیم اون پشتا گوش میدادیم. اگر به ما میگفت بیا بنشین، وقتی که میگه برو پدر نامرد، ما در میرفتیم میرفتیم بزرگ یک دوبی میدادیم، بعد میگه قصه خوشمزه شدیم مدیم. شاید بارهایی که از اون داستانها تو وجود من راه پیدا کرده، تغذیه امروز من رو هم از تعمیر داستانایی که از ابراهیم تو اون شبها میدود به قدری در من نفوذ کرده بود. عظمتی که از اون روح بزرگ ابراهیم میدید، که انسان میدید که ابراهیم حتی تو اون لحظه که دارن تو آتش را پرتابش میکنن، تو اون لحظه که ما به دم خرس میچسبیم به جبرئیل اعتنا نمیکنه. جبرئیل ها فریاد میزنن خودتو یه دوست داری هم دشمن تو بگیره تو و ساکت باشی، بهشون میگن ببینید از تون ابراهیم کمک میخواد و میان. ابراهیم الکه خواهد یک کاری داری؟ روح عظیم ابراهیم به یه جمله اما الکه فلا، به تو نه، برو، اصلا به من چه کار داری؟ من راهی شروع کردم حساب شده، باخت ندارم. عشق با دشوار ورزیدم، عشق با دشوار ورزیدم خوش است، چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است. شعله اقبال، عشق با دشوار ورزیدن خوش است، چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است. من باکم نیست، من توی اصلی میمیرم، بذار اینجا بمیرم، چه مرگی بهتر از این؟ این یه ذاهبون الی ربی سیدین، من رو به سمت ربم گذاشتم، او راه منو نشونم میده، به بنبست نمیرسم. بارها گفتم مؤمن به بنبست نمیرسه، هر جا به بنبست رسیدیم بدونیم راه میکنه و باید راه خود برگرد. اون روح بزرگ ابراهیم درسای از انقطاع و توحید به انسان میده. تو همون داستانهایی که اون شبها فراری و نامرد شنیدان برامون فراهمش میکرد و بهترهایی که همون شبها بدون خلاصه روح الیزو نمیشه مستقیم بهش داد، بعد غیر مستقیم بهش آلیج. تو داستانا، تو لفافه ها، تو اشاره ها، تو چوبکاری ها. یکی از پیشان من این روح الیز عجیبی داره، خیلی عجیب، نزدیک هم هست. این حتی تال بحث جدی نداره، یه نگاه به تو میکنه پا میشه میری. موهای بلند و حالت خاصی هم داره، برای هیچ کس هم ارزش قائل نیست، خیلی هم فیلسوف برای خودش. چنین میاندیشم، معتقدم، باور نمی کنم از این جمله هم تکی کلام بشه. لزومی نداره باور کنه، این تکی کلام بشه، محتمله، محتمله. 2000 ساعت ناله بکنی پیشش، یک محتمله بهت میفنده، فرتابت میکنه اون طرف، محتمله. این بود که من دم با این روحیه دیگه بحثای اساسی و وسیع نمیشه مطرح بشه. تو هم برخورده، تو هم سلام علیکه اول بعد انسان حق اینو بهش بده و بره. گاهی میدیدمش تو سلام علیک سلام میکردم، حال چطوره؟ خوبم، خوبم. یه سرشو تکون میداد، خوبم، که یعنی برو خوف نصف نزده. زنده. بعد یک قیافه ها و فیگورای میمت نزدیک، زنده. یه روز بهش گفتم زنده ای؟ گفت حس میکنم زنده. گفتم راستی زنده ای؟ گفت شاید زنده باشه. گفتم پس برای من، منی که مردم، یه فاتحه بخون. گفت تو علی، تو مردی؟ گفتم من مردم. گفت مردی؟ گفتم مردم، اگر نمرده بودم 40 سالم یه جور نمیمون رشد میکردم. سن او رو گفت 40 سالم یه جور نمرده. به من رفتم، نگذاشتم او بره، من قطع کردم حرف، رفتم آب خورم. این هم تو منتظر بود یه حرفی بزنم تا در بره، من در رفتم در انتظار گذاشتم. این خاتمالیات که این روزی ویزا آماده می کنم. باز با این یه بحثی داشتیم یه روز، صحبت های شد، حالتی داشت، دیدم یه مرتبه بلند شد و نشست، عقیده داشت، حرفش اینجا بحث نمیدونم هروئین بود، بحث مشروب بود، چی بود؟ نشست جست گرفت، گفتش که من معتقدم انسان از هر چیزی که تو این طبیعت هست باید استفاده کنه. ما از طبیعتی، هر چی تو طبیعت هست برای ما مفید، باید استفاده کنه. از تو چه پنهان؟ من خودم تریاک خوردم، مشروب خوردم، حتی اسم اینو مشروب بوده، میدونی من اینم خوردم، میدونی این مشروب چیه؟ این 70% الکل، یعنی اگه کبریت بهش بزنی 70% میسوزه.
حالا این داره حرف میزنه، من گاهی میغلطم، گاهی تکون میخورم، گاهی به یه روزنامه برمیدم، ابدا بهش اعتنا ندارم. اونم خوب داره داده که سخنی میگه. اینا رو بعد فقط از حربه خودشون باشون استفاده کنه. حرف خوش رو بزنه. من معتقدم باید انسان از همه چیز استفاده کنه. بدن احتیاج بعد یه حرف خوش رو زد، منتظر بود حرف بزنه که بهش نگاه کرد. این حالا گرفتار شده اومده لای گیره، میشه سابیدش، چون بعضی تا لای گیره نیال نمیشه سابیدش، بهشون هم سوهان بکشی سوهان تو هوا میچرخ. بهش گفتم فلانی، گفتم تو هیچ وقت این میخوای دیوار تو خوردی؟ گفت یعنی چی؟ سوال کردم، گفتم تو توالت میری خیلی هم تمیزه، عجیب اروپاییه. گفتم هیچ وقت شده لوله آفتابت رو بجوی؟ یعنی چی؟ گفتم تو این دسته های ظرفاتون هیچ خوردی؟ گفت خب نه نخوردم. گفتم چرا؟ مگه بدن تو احتیاج نداره به آهن؟ احتیاج نداره به مس؟ احتیاج نداره به روح قلب پوست کاری؟ تکون خورد و نشست و گفت بشو تو که نباید این حرفو میزدی. بدن من مقدار احتیاجی که داره از استناج تهیه میکنه. از چی تهیه میکنه؟ از چی تهیه میکنه؟ منم کنار کشیدم گفتم بدن تو مقدار احتیاجی هم که به الکل داره از تخمیر غذا تو معده تهیه میکنه. من خوابیدم. قرارم این نمونه هایی که میدم اینه که یه تیپی تیپی که نمیشه باش مستقیم حرف زد، بعد ضربه زد رفت و باید اینا رو در یه زمینه های گذاشت، تو دوره هایی که ضربه خوردن، تو دوره هایی که رنج دیدن. این یه موقع بود پاش شکست توی تصادف، به قدری آماده شده بود برای اینکه روش کار بشه. من تو اون دوره باش حرف نمیزدم، میرفتم منتظر بود باش حرف بزنم، خودش بحث پیش میکشید، من در میرفتم تا خوب طلب درش اومد یه سری بحث باش، یه تخمه تو وجودش کشیدش. تو این دوره هایی که اینها ضربه میخورن و صد نمیبینن، روش کار کردن با اینها آسان تر میشه. خلاصه اینم یه تیپ لیز مغروره که بعد غیر مستقیم ناخودآگاه یا با طریق خاکمانی بهشون کمک کرد. یکی از این چند دنش یه سری روحی هم هستن، اینا ها زرده خوردن، عقده دارن، بدبختن، بیچارن، هزار روز گرفتاری بدبختی تو زندگی دیدن، از روز اولی که خودشون شناختن حسونکشون دردها و رنجهایی بوده که دیدن، مادرشون درد بوده و پدرشون اندوه و گهوارشون ظلم و ستم و دست نامردی. اینا رو، این روحی های زرده خورده رو باشون چرکی میشه کنن. یه روز با سوغم داشتم میرفتم، اینا نمونه باید داد، اینا با حرفای کلاسیک شده دیگه مطرح مشخص نمیشه، نمونه ها وضع مشخص تر میکنن، اینی که طولم پیدا کنه مهم نیست. کنار تلفن خونه بودم، دیدم یکی داره تو پیاده رو راه میره، مست کرده، مست نه چیزی خورده باشه، خیلی رنج دیده، خیلی مرد فحش داره به خدا میده، خدا فلانم به فلان نمیدونم تو کی هستی، تو یک فحشای عجیب و غریب چارواداری داره به خدا میده. من اینو دیدم که نمیشه ازش بگذرم، وایستادم باش دید من وایستادم، خب اما من داشتم فهمید که خدا مدافعی پیدا کرده، شروع کرد به من فوش کردن ولی مخاطبش خدا رو به من با فوشا رو تکرار کرد، منم گوش دادم. گفت پس چرا چی نمیگی تو؟ گفتم من قبول دارم، من رنجم بیش از قسمت، و شروع کردم قسمتای از زندگیمو براش گفتم. گریه کرد به حال من، واقعا مسائلی بود تو زندگی من که یه روزشو نمیتونم تحمل کنم، براش گفتم. بعد بهش گفتم این دردهایی که تو زندگی من بود من ازش درس گرفتم، فشارها بهش گفتم، فشارهایی که تو زندگی بود برای اونایی که تو بمبستن خورد کردن داره، ولی اونایی که تو مسیرن سرعتشون رو زیاد. این آماده شد با اون حالتی که داشت، با پذیرفتنش خالی شد و با همدرد پیدا کردنش آروم شد و تو آرامشش با یه جمله راه. یه روز دیگه تو همین بالاتر بود مشهد نشسته، یه جوانی اومد که به قول خودمون از هر نوع غم یه مثقال به این داده بودن، هر بدبختی این پیشش نمونه ای بود، همه چیز درش بود، خلاصه بود بخت عجیبی تو وجودش بود، بخت عجیب، یعنی به قدری غم تو وجود این رسوب کرده بود که هیچی نداشت، این صورت ورم کرده، پاها عجیب، بدن عجیب، قیافه عجیبی هم شاید هم مرده باشه نمیدونم. می‌خواستم باش حرف بزنم چون من دیدم کسی که این مبناست، کسی که غم داره اگه من غمشو نمیتونم کم کنم لاغت بذار خودشو زیاد کنم تا در وسعت خودش غمها
حل بشن و حل بشن و حتی درس بشن. ازش که همه سوال کردم چطوری کجایی، گفت خیلی کوتاه به حرف نمیزد. من از حرف نزدنش بیشتر دردشو میفهمیدم. دیدم هیچ راهی نیست که انسان با این روبرو بشه. بهش گفتم فلانی، اسمشو پرسیده بودم، بوخان. گفتم من الان اگه آب به تو بریزم ناراحت میشی؟ گفت میخوای آب به من بریزی؟ گفتم میخوام آب به تو بریزم تو ناراحت میشی؟ گفت آره چرا با یه مظلومیت. گفتم اگه اومده باشی تو حمام پیرنا رو در آورده باشی آب به تو بریزن میگی دست مریضات یا نه؟ گفت آها خوشحالم. گفتم تو حمام بری آب نباشه چی ناراحت میشی؟ گفت بله. گفتم تو اگه خیال کنی دنیا بالا سر امام رضاست آب بهت بریزن رنج میگی، ولی میدونی دنیا حمام منتظره که بهت آب رو سرت بریزه. تو اون موقع که آب رو سرت میزن زودتر خودتو میشوری تو پاک کنی، سرت شوره نزنه، مواد نریزه، کچل نشی. این گرفتیه، یعنی اومد راهی که به اون نفوذ پیدا کنه انسان شروع شد. یه مطالبی گفته بود، بهش گفتم تو چقدر میخوای بمونی تو این هستی و موندنت مال چیه؟ تو برای اون چی که میخوای میتونی با همین پا بهش برسی، برای رشد تو، برای حرکت تو دو پا هست. تو دارایی ها مالی او شدن، تو نداری ها با غیر او زد و بند نکردن پای شد رو سفت. تو مهم نیست برات کدوم پا رو داشته باشی. گفتم خوب میشی، مداوام میکنی، پیش میری، ولی زرنگ باش تا قبل اینکه خوب بشی از این مریضی ها، از این گرفتاری ها بهرت رو بگیری. گفتم کام بگیری، تومه یه مریضی داشت. خلاصه یه تیپ هم تیپیه که ضربه دیده، رنج دیده، عقده ها تو وجودش راه پیدا کرده. اینو دیگه نمیشه پوبیدش با 10 ساعت بحث های مداوم خستش کرد. اینا با اینا نمیشه کنید هم. اینا باید هم درد بشی، یا غمشو کم کنی یا خودشو زیاد کنی. باید با اینا دوست شد، فوش خار مادرم میدن باید تحمل کرد. اینم یه تیپ. این که در زمان رسولی که هم اینو بهش میگن زن نمره پلنگی، این میاد پیش رسول الله میگه این خدا این قیافت به من داده. بعد از این که از رسول میپرسه واجبات چیه، رسول براش توضیح میده چی 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 چی، وقتی توضیح میشنوه میگه من این واجبا رو به جا میارم ولی هیچی این مستحبای خدا رو به جا نمیارم. رسول الله میخندن چرا؟ میگه این ریخته به من داده پلنگی. اون دماغم با اون حضرت با اون حضرت مثل که منتظر شدن بیدن اون بالا چی جواب میدن بیدن. و جواب اومد تو دوست داری که بعدها صورت قشنگتری پیدا کنی؟ یا میخوای همینجا قشنگ بشی و بعد به خاک تحمیل بدی؟ طالب شد یه قشنگی رو بخواد که با خاک فرسوده نشه و یه زیبایی رو بخواد که با خاک از دست نره. اینه دیگه تو عذاب علیم براش نمیارن. اینو میپذیره. یه تیپ هم تیپ متنفره، دست فراریه، اومده به سمت یه مرحله، به سمت مذهب، از مذهب صد میده، اومده با آخون از آخون دست میده، هزار جنایت با آخون بوده، در رفته رفته حتی دیگه پشت سرش هم نگاه نمی کنه. این روحی متنفر رو حالا من بخوام اگه تو یه قطاری به یه برخوردی کردم براش از خوبی بگم بلد، هر چی میگه باید گوش باشه و به جای اینکه بگم اسلام چی داره چی داره چی داره، از انفاقش بگم، از فلانش بگم، از صنعتش بگم، به جا تمام اینا بعد اون چی که از اسلام ها در خودم پیاده کنم با این حرکت کنم. اینجا دیگه با حرف نمیشه به این چیزی حالی کرد. اینجاست که این رو با عمل میشه ساخت، به شرط اینکه عمل این خصوصیت داشته باشه، جهت عمل مشخص باشه، یک و عامل شناخته شده باشه. این رو درست کردم که ما برای اینکه با مردم رو با عملمون بسازیم دو شرط رو باید ملاحظه کنیم. یکی اینکه عامل یعنی کسی که داره عمل میکنه خودش شناخته شده باشه، پذیرفته شده باشه، استاندارد شده باشه، و دوم جهت عمل مشخص باشه. اگر عامل رو نشناسن، نفری که کار میکنه نشناسن، کارم کار خوبش هم محکومه. گفتم فلان مرجع اگر سوار الاغ باشه میگن تواضع کرد چون شناخته شده، ولی اگر من سوار باشم یعنی پالونش کرد. دوم بعد جهت عمل مشخص بشه که این کار برای چی میکنه، این محبتی که میکنم، این نرمشی که به خرج میدم، این تعاملی که میکنم، باج میدم، میترسم، خرم. اگر عمل این دو جهتش مشخص نشه، حمله بر حماقت و هزار جور اتهام میشه. برای ساختن یه عده جز از عمل نمیشه استفاده کرد. البته عملی که بعد از برهان مطرح شد، شناخته مطرحه، شناخته اومده گفتم عملا مشخص، جهت عملا مشخص، معلومه تو کاری که باید بکنی چیه. گفتم مثل این اونه ما الان این مسئله حله که ما بعد از اینجور بپریم،
این معنا تمام شده است، فهمیده شده. میپری نمیگن این خره، این خود پری. میفهمن ضرورت پرش رو از روی این جوب درک کردن. الا قدرت پریدن ندارن، تو میپری تا راه برای بعدی باز بشه. عمل اینجا سازنده که هم عامل شناخته شده که درک نداری به پره و جهت عمل هم مشخص برای رسیدن. نفس عمل جرأتی میده برای حرکت کردن به اونهایی که حالی برای رفتن ندارن ولی درک رفتن رو کردن. اینا روحیه هایی بودن که گفتم وقتی که انسان میخواد به اینا چیزی بده مستقیما نمیتونه بهشون بده، بعد اینا رو معوجن، اینا رو یه جاده های پرپیچ و خم هستن، نمیشه با سرعت اینا راه رفت، بعد اینا سرعت ها کم بشه، آروم بشه، انسان اینا رو صافشون کنه، اجازهشون رو بگیره یا از راههایی با آگاهی هایی به اینا چیزی داده بشه. وقتی این روحیه هر کدوم علائمی دارن که بعد با اون علائم حلاجی بشن، چه بسا با این نمونه هایی که گفتم خودتون بدونید، یه مرحله بدونید از مسائلی که باید بدونید، ولی یه مسائل دیگه هست عالی تره، وابسته به یه سیر روحی خود انسانه، به یه حدی از فرغان میرسه و یه حدی از نورانیت که روحیه ها و استعدادها رو کشف میکنه. میدونه این کیه، در چه کلاسی با چه علامتی و چه جور باهاش رفتار کنه. کسانی که از شناخت به ایمان رسیدن، به عشق به حق و از ایمان به اطاعت و تقوا رسیدن، در حد تقوا به فرغان میرسن و به نور میرسن و با این نور که راهو مییابن. ان تتقوا الله یجعل لكم فرغانا. فرغان یه نیروی بالاتر از میزان، یعنی عقل. عقل میسنجه اما این چقدر تو این گندمایی که تو این ترازو هست دخیل هست، چقدر دزدی هست معلومه. فرغان باز میکنن، عقل قضاوت میکنه رو پرونده موجود اما چقدر توش رشته رفته دیگه محسوس میده اینا. عقل باز میزان، فرغان باز میکنه. این روش هایی که گفتگو شده داشت، چه بینات و برهان روشنگری ها و چه روش های عملی، چه روش تعلیم و قولی، چه وسعت در روحیه و چه از طریق های غیر مستقیم دادن با داستان ها، با خاکوالی کردن ها، با در گفتن دیوار گوش کردن ها، با تهدید ها، با تشویق ها، این طرق مختلفی که برای رسوندن مسائل هست و این مباحث وسیعی که هستش، اینها رو گفتم. این روش ها رو باید با خود روحیه ها هماهنگ کنیم و این روحیه ها رو بسازیم. رویاه که ساخته شدن، افراد که آماده شدن، شخصیت پیدا کردن، بعدن این شخصیت ها باید تبدیل به قدرت بشن، تبدیل به حزب بشن، تبدیل به بنیان محسوس بشن. وقتی که تبدیل شدن این به اون حد، تازه اول درگیری شد. اینی که بعد از روشنگری اگر افراد جمع شدن ساخته شده باشن، شخصیت ها رو که تبدیل به قدرت کنی، قدرت ها حرکتشون رو شروع میکنن، درگیریشون شروع میشه. و در اون دوره ای که قدرت ها ساخته شدن، افراد تبدیل به شخصیت شدن، ولی این شخصیت ها در معرض خطر است که از بین برند و به جایی نرسند، اینجاست که مرحله پاسداری کلی میخوان، نگهبانی میخوان. اینجاست که دوره فریادگریه، اینجاست که مرحله فریادگریه، امر به معروف نهی از منکر، داد زدن. این داد زدن مال کسانی که زمینه پیدا کرد، آمادگی پیدا کرد و در جایی که زمینه ها آماده تر شده باشه و موقعیت ها ساخته شده باشه. گفتم یه مرحله روشنگریه، رفتون این کارو بیان. بعد افراد ساخته شدن، موقعیت ها آماده شدن و زمینه ها فراهم شده، زمان عثمانه، خلق به سطوح اومدن، منافعشون در خطر، زادشون در اومده، اینجا دوره ابوذر فریادگر، نه در زمان ابوبکر و عمر شیخن که توده میخوان این کارو طالبه، در این دوره و اونم ابوذر داد خود علی. پس یه دوره افراد ساخته شدن، این افراد ساخته شده باید مواظبت بشن، زمینه ها به وجود اومده، مواظبتشون با داد فریاده، چون زمینه ها هست ولی یه موقع زمینه ها نیست. اونجا که بعد افراد ساخت، چون جذبی که به وجود اومده، بعد از این موجوداتی که یه روز ساخته شده بودن دوباره موجودات جدیدی زیده شد، از این مرده ها بعد یه زنده های استخراج کرد، از ابوبکر بعد پسرشون رو، از سعد بن عباده ها باید پسرشون رو بیرون کشید. اینجا دوره پنهان کاری میشه، این دوره که قدرت مالی یه دیگه است و تو باید کارتو شروع کنی، ولی کارتو احتیاج به نیرو داره، به نفرات داره، نفراتو باید بسازی، رو هم نمیتونی باشی، محکوم هست میکنه، ضربه بهت میزنه. اینجا که پنهان کاری نکنه، نه بیکاری، پنهان کاری. تو دوره سکوتت هم ساکن نیستی، یک ساکن. این هم مرحله پنهان کاری. درگیری هم مرحله بعدی که اوبر قدرت ها به وجود اومده تو درگیری. حالا این درگیری که با قدرت هایی که امروز سر کارم به حاکم برزه هستن، تا قدرت های خارجی ملیت های دیگه که
در صف روبروی هستن. این درگیری و اون روشنگری و این فریادگری و اون پنهانکاری، اینها چهار طرفه، چهار بعد یک اصل است که این اصل مبتنی بر همون ایمان و توحیده. کسی که عاشق حق شد عاشق خلق میشه، کسی که الله رو حاکم گرفت غیر او رو حاکم نمیتونه بشه، نه در درون نه در بیرون. این توحید و این ایمان میشه زیر بنای این جهاد با این ابعاده. یعنی که ما تمام ائمه رو مجاهد میدونیم، یعنی اشهد و انکه مجاهد کن سبلا حقا جهاد، جهاد هم یک شکلاش اون روشنگریه که گفتم با اون تیپای روحی ها، اونم روش هاش مرحله عملی برهانی نمیدونم چیه چی گفته بود شد، بعدم مرحله فریادگریه، بعدم مرحله پنهانکاریه، بعدم مرحله درگیری. اینجاست که ما اگه بخوایم ببینیم کدوم یکی از این شکل‌ها و کدوم یکی از اون روش‌ها رو باید به کار ببریم، از میزان‌های داشته باشیم. میزان اون دو روحیه ها، میزان در این طرف اینه که ببینیم چی می‌خوایم، هدف ما چیه. گفتم ما یه موقع امنیت می‌خوایم، یه موقع رفاه می‌خوایم. برای رسیدن به امنیت و رفاه خیلی پانه می‌خواد، زود میشه ببینید. طرف ما یه موقع خطی که رو کاغذه، خب این خط با یه پاکن میشه پاکن، یه موقع مدادی که خط رو میکشه، یا با یه انگوش میشه مدادش، یه موقع دستیه که مداد رو میگردونه، یه با یه زنجیر میشه دست رو میگرد، یه موقع رگ و پیه که از مغز الهام میده و مغزم محکوم محیطیه دست هایی که او رو کردیه. یه که هر چی طرف تو پیچیده در بشه طرز درگیری تو پیچیده در شرایط فرق. یه موقع گفتم در مراحل هستی که یار داری خلق به سکوت در اومدن از رفاه، اینجا راه تو آسمان بیشتره. یه موقع هستی که خلق ساده طالب رفاه هم اتش رفاه دارن، اتش عشق دارن، اتش خوشی دارن، کیف موقع کیف کنن. من دیگه جور نمی کنم کیف کنیم ها، من نمی کنم دیگه دارن، اتش یه حال عجیبی من کیف کنیم. یعنی واقعا این تون صداها از عمق مفتب خبر میده، چه با چه شوری میدی. آقا نشاط منو چرا به هم میده؟ نمیذاری خوش باشم. یکیش گفتم منم میخوام خوش باشم، بگو ببینم چطور میشه خوش باشم. گفتم تو این حسی که هر جا بساط پیدا کنی یه سرخری مثل من داری، کجا میشه خوش باشی تو؟ تو این حسی که بهارش گرفتار پاییزه، جوانیش گرفتار پیریه، گرفتار 2000 تا سرفه بود گندون مصنوعی و اصاب و خوش خارمادر شنیدن و هزار رو تحصیل شدنه چطور میشه خوش باشه؟ و بعدم بهش گفتم ما هم میخواییم خوش باشه، من خوش باشه به اینه که سرشار بشی. یه موقع فقط یه نیاز داری بازی، اونم یه توپ سرشارت میکنه با توپ خوش. یه موقع نیازت بالاتر میشه، توپ تو رو دیگه خوش نیست برای اینجا که اونس میخوایی، اونس تو رو چیزی دیگه پر میکن. گفتم اونایی که میخوان خوش باشن بعد خودشون سرشار کنن، و ما یه نیازهایی داریم به وسعت حسی که با این حرفا سرشار نمیشه، اینکه با این حرفا خوش نیستیم ما. و بعدم بهش گفتم تازه نکته دیگه دل دیگه، ما نمیدیم برای خوش، اومدیم برای خوبی. بین خوبی و خوشی هم فرقه. قول اسپانیا یک زندگی اینجا تفاوت هست. گفتم خربیزه مال مریض خوشه ولی خوب نیست، دارو براش خوبه ولی خوش نیست. اون چی که اما میخوان خوبیه نه خوشی، رشد نه رفاه. بگذر از این که خوشی ما وقتی میدونه تحقق پیدا کنه که به اون وسعت برسه، و اون وسعت وقتی تحقق پیدا میکنه وقتی سرشار میشه که با او باشه. اینی که با او بودن حتی با ناخوشی انسان خوشه، تو سختی ها رنگ باز میکنه، تو لحظه‌ای که داره شمشیرها تیکه تیکهشون میکنه، تو لحظه‌ای که داره نیزه ها خوردشون میکنه، تو لحظه‌ای که تیرها داره سینه هاشون میشکافه، تو همون لحظه که غمها باید خوردشون کنه رنگ ها بازتر میشه، تشرق و تلوان هم باز میشنن میدرن، چون دارن زیاد میکنن. یه عمله تو همون لحظه که داره بارو میکشه هن هن میکنه زیر عرق میده، تو همون لحظه رنگش خوشه. چرا؟ تو سه تا مزد داره، دو تا همراه کوششش و یکم بعد، دو تا معل اصره یکم بعد داره. یه خوشیش اینه که راست نمونده، و خوشی دوم که ورزیده شده، و خوشی سوم موضوع که میره باش دیگه شب علم میکنه.
و این کسی که این سه تا خوشی رو گرفت ناخوشی ها پوزش نمی کنن نیرو بهش. اونه شناخت طرف که چیه و شناخت هدف که چیه و شناخت شرایط موقعیت ما رو در هر دوره مشخص. این که وقتی که میخواییم زید رو نقص بزنیم که آیا زید کار درستی کرده یا نه، یا زید یه کار درستی کردن یا نه، باید بینیم هدف چیه. اینه که اون روایتی که وقتی که امام میخواد توضیح بده به زید که دارن از زید تقلید میکنن، میگه شما ببینید با چه هدفی داری خروج میکنید. فن زرو علا ایه شاییم تخروجو لا تقولو خرج از زید، نگید زید خروج کرد زید قیام کرد. شما ببینید با چه دیدی دارین حرکت میکنید. زید هدف داشت، خرج الى سلطان المجتمع میگن خوده، اون میخواست یک قدرت متراکم رو بشکنه. همین، اونم در یه دوره بود که اون قدرت متراکم دستاوید دیگران نبود، خود منصور بود. منصور بازیگر صحنه سیاست جهانی بود، محکوم نبود منصور. آسان. و این قدرت متزلزل فقط باید شکاف بده کنه. زید توی همچین زمینه این سوی میکنه، هدفش هم فقط اجازه تزلزل بود. این هدف طرفش هم معلومه چیه، معلولا نیستن اللحظه. شرایطش هم در یه دوره ای که میدونی هیچی نیست، باید یه تکونی داده بشه ولی آوارا بلند میشه کسی، ولی زید میره بره. زید با این هدف وقت بسندیش با اون طرف با این شرایط کارش سدیده، این شاغول میخونه دیوارایی که بالا برده با این شاغول منظر نمیرافته این دیوار. ولی زیدیه چی؟ در دوره های شروع به حرکت میکنن که زمینه توسط بده. هدفشون چی دیگر؟ اونه اجازه تزلزل رو نمیخوان. هدف حکومت اونده برای رسیدن به حکومت یه پاهای دیگه باید تهیه بشه که نشده هم. مخصوصا اگر حکومت حکومت رفاهی نباشه، حکومت پاسدار نباشه، حکومت در حد طرفداری و پاسداری نه، در حد آزمیزگاری و شکوفا کردن استعدادهای انسان و تشکیل جامعه انسانی بر اساس خیر. حکومتی با این دو خصوصیت اون خیلی پاس میخوان. این حرفا با این یا بارا به این بارا با این پاها به مقصد نمیرسه. میخوایم حرکت امام صادق رو بسنجیم، ببینیم اون چی میخواد و هدفش چیه، یک طرفش چیه، دو و شرایطش چیه. هر کس رو با هدفش میتونی بسنجی و هدفها رو با عقل. اگه میخوای علی رو نقد بزنی، علی رو با هدف معاویه نقد بزنی، محکوم کردن خودت در نقادی و ظلم به علی در نقد. آخه یه ویولونیست که با یه هدف فوتبالیست نمیشه تنجید و نقصه که تو بلد نیست از چل متری توپ بزنی، میگه بله بلد نیستم، ولی این بلد چه سازی میزنه که پدرت هم از دست کنه. علی رو بخواد با هدف معاویه یعنی با سلطنت بسنجی، علی محکومه چون هیچ وقت با این سلطنت همراه نبوده. جز 5 سال، اون 5 سالش هم پر از خون بود، پر از رنج. معاویه نامرد، همیشه با سلطنت بود، چه تو شام چه بعد از علی سوار بخواد. ولی اگر علی سلطنت میخواسته پس محکومه، نه این سلطنت علی، نه اون فداکاری ها و لیلت المبیت رو میخواد، نه اون شمشیر زدن ها و فداکاری جنگی رو میخواد، نه دوماد پیغمبر شدن و دست از برنامه ها شستن میخواد. این فقط یه زد و بند با عمر و ابوبکر میخواد. به حکومت برنامه رو میدن اگه علی تو اون جنگ ها خون نریخته بود و اگر علی اون فساد رو به بار نیاورده بود و اگر علی علی نبود همه چیز بود براش. گفت میخورد کسی بعد از محمد بدون جلوی علی بود و غلط میکرد دیواری که بدون صدای علیه جلوگیره و یلی که بدون پای علی و پشت علیه بخواست برسه. ولی علی نه این رو میخواسته و اینه که نه این راه رو شروع کرد. علی حق رو میخواد، حق یعنی زیاد شدن رو میخواد، زیاد کردن رو میخواد. همین علی یون مع الحق و الحق مع العلی. و اینه که علی که تو زمان رسول، چه تو 25 سال، چه تو دوره حکومت خودش، همیشه با حق پس همیشه پیروزه. ولی معاویه همیشه با هدفش نبوده، یه مدت سوار مادیون مادهش میشده که درد بره، پس اون موقع محرومه. با این دید میتونی علی نقص بزن یا معاویه نقص بزن با هدفش. حالا هدف ها رو با چی؟ عقل. کدوم هدف بسنه؟ ثروت یا ریاست، سلطنت یا حق تعلیم داره؟ اینو بس نقصه. بیلیم کدوم بکنیم. پس اینه که وقتی ما میخوایم یه امامو نقادی کنیم، باید با این سه معنا توجه داشته باشیم. هدف چیه، طرف چیه و شرایط چیه.
میونش موقع شرایطی قرار میگیره که مسئله هدف هم میره کنار، چون هنوز زمینه‌اش آماده نشده. مسئله موقعیت‌های حاکمه که اینجا انسان باید انتخاب کننده باشه. حسین بر اساس یه شناختی به این دید رسیده که خلق نباید خامه بشه. این شناخت تو خون حسینه. این عقیده درگیری به وجود میره. برای این درگیری هم حسین باید یار تهیه کنه. به بصره نامه می‌نویسه، به کوفه نامه می‌نویسه، به این طرف و اون طرف یار می‌خواد. میاد تو مکه مدینه سیاراش تهیه کنه که به سفر تبلیغی نداشته باشه. این تمام حرکت‌های حساب شده با اون هدف حکومتی که حسین داره. هماهنگ مطابق همراه. مو هم دادن رشته میره. حسین با اون هدفی که میخواد بعد یار تهیه کنه، با زد و بند نمیتونه برسه. گفتم هدف ایجاد حکومت رفاهی و امنیتی نیست. توحید با پای شرک به مقصد نمیرسه و هدف حسین توحیده. پای توحید با هدف توحید و راه توحیدی که میتونه حسین رو به مقصدش برسه. برای اینام داره کوشش میکنه. هم مهم هم در راه بودن و در راه حسین. در مرزه. با وظیفه داره هم داره. حالا یه قدرت دیگه هم میدونه، اونم یزیده. به این آگاهی رسیده، اونم با اون چیزی که ما داریم از یزید نیست، اینم فهمیده یزید که باید جلوی حسین رو بگیره. یزید هم خیلی زرنگه. یزید کسی که ابن زیاد تو دست او ابن زیاده. وقتی یزید میره ابن زیاد حتی قدرت این که در برابر 6000 نفر لشکر بمونه قدرت نداره، در حالی که تو کوفه حاکمه. در میره 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 لباس اون زن اون عرب رو میپوشه، نمیدونم عبدالله مسعود کیه، لباس او رو میپوشه، میگه من تو خونه تو اومدم، از لباس زن تو پوشیدم، منو بیرون نه. آخرم به یه وضع سجیل از بمیره. این ابن زیاد با همه بند و بیلش که بعدها ازش میبینی، این کسی که بعد در زمان قبل در زمان یزید مثل مدین تو کوفه، کوفه که 18000 یار شمشیرزن مال حسین داره نفوذ میکنه، مسلم اون روز گرفتار میشه. اینا همه مابسته به قدرت یزیده که اینا بعد صحبت ها بشه که یزید تنها به اون بعدی که از ما ازش در ذهن داریم نیست، ولی اگه اون بود حسین مغلوب اون نمیشه، مغلوب یه بچه باز نمیدونم میمون باز نمیشه. کارا دقیقه میگم. ابن زیاد هم خودش قدرت نیست، یه مهره در دسته یزید، متکیه به شامه، ولی کوفه رو نمیتونه بگیر. حالا یه همچین یزیدی که میدونه حسین باهاش درگیره، میدونه حسین سازشگری نمی کنه، حجوم میاره تا حسین رو ببنده قبل از این که حسین آبی تهیه کرده باشه و قبل از این که یادی ساخته باشه. خب حسین تو مدینه است، اینجا دیگه مرحله حجومه، هدف میره کنار. مرحله یه حسین در یه همچه موقع سازه تو مدینه چند تا کار براش هست، یا بیعت و خط کش، یا سازشگری و قصد مثل ابو هلیم شد، یا درگیری یار میخواد، یا فرار بلند میاد بیرون از مکه. کجا بیاد؟ مکه. چرا بهتر اینجا مکه؟ ببینید حسین در این شرایط بهتر اینجا را انتخاب کرد، میاد مکه. تو مکه باز مسائل هست، حسین فعالیتش داره میکنه. اینجا میخوان حسین تو این حرم نابود کنه. حسین دو مرگ رو برای خودش میده، مرگ در حرم و مرگ بیرون از حرم. کدوم از دو مرگ بهتره؟ مرگ بیرون. چرا؟ چون آگاهی ها تو حدود کوفه و شام کشیده میشه. تو حرم بمیره برای دستور خلافت عظام میگیره، میگه یه نفر عرب به خاطر اینکه حسین پا گذاشته رو پیرن او حسین رو کشته، ما براش عظام میگیریم، اون عرب دجیوس هم میگن بیاد بکشیده. کاری نداره، زود خط کشی میشه. حسین بعد حرم بیاد، اونم چه وقتی سمه تو حرم هم. شکل بیرون اومدن حسین و وقت بیرون اومدن حسین نشون میده که حسین در این مرحله هم هدف نداره، انتخاب داره. فرق بین انتخاب و هدف. هدف حسین این حکومت برای اونم داره کار میکنه. این شرایطش نیست فعلا، مرحله انتخاب در شرایط موجود. میاد از حرم بیرون. کجا بیاد؟ کوفه هست، یمن هست، ایران هست، بصره هست، شام هست. تو اینا کدوم بهتر؟ حسین با کوفه رو انتخاب میکنه. چرا؟ کوفه شهر علیه، حماسه های علی یاد داره، فریاد های مردآفرین علی رو تو گوش داره. میشه میاد سمت کوفه، پایتخت علیه، مهمتر کوفه نامه نوشته. حتی اگر کوفه برگرده باز کوفه روشن داره. اینی که وقتی کوفه بر میگرده به حسین خبر میده که کوفه یار نداری، باز میاد سمت کوفه. کجا بره؟ به طرف حسین. هر جو بره خونش رو زمین یه انتخاب میده، به حر میرسه، یا مصالحه یا درگیریه
یا باز گفتم بیعت و برنامه رو سازش داریم. مثلا اینه بخواد درگیری کنه باز یه مقدار نفر محدود با یه نفر یه مقدار جمعیت بیشتر که ممدود هم هستن. حسین موتوره، بریده شده است و اونا ممدود هست، بهش یار میره. یکی مصالحه میشه بیاد بگه اینا رو. 10 روز با حسین تفاهم میشن، ببینن آیا از این کوفه یار میاد مال حسین، ببینن از سرزمینای دیگه یار میاد نیست، من نه خبری نیست، حسین رو میخوان نابودش. باز حسین تو مسجد کربلا سن داد یا بیعت به امر ابن زیاد یا سازشگری با یزید و یا کنارگیری از جنگ و سازندگی و یا مرگ و شهادت. حسین سومی رو طرح میکنه، من رو رها کنید، خواستید نزلم کنید. اگر هدف حسین یکی از این مسائلی بود که گفته رو شده، اومده برای شهادت، اومده برای سفارت، اومده برای حکومت، اومده برای بین بردن ظلم، اومده برای امر معروف، اگه اینا هدف باشن اینجا حسین حق نداره بده. نه، اینا انتخاب هست، انتخاب حسین هست، اینه که هدف حسین چیز بالاتره که به خاطر او حاضر اینجا کناری گیری کنه بره یارش رو تایید کنه. فهم میکنه نمیفهمیدم تو اون مابقی حسین شهادت انتخاب میکنه. حالا که مرگی دستشه بگذار مرگ رو انتخاب کنی تا بستن زندگی. این در یه موقعیت ها وقتی میخوای نقدی به یه رهبر بزنی که حسین درست بود یا درست نبود، هدفش رو باید بسنجی و بعد اگر از هدف دوره ببینی انتخابش بهترین انتخاب بوده یا نه. اینجا سرازم این بود، این شاغولایی که داده میشد شکل حرکتی که تاریخ شیعه رو ساخته میدونه مشخص کنه و نفس بزنه و دیدی به ما بده که بفهمیم در هر دوره خودمونم چه کاره باشه و چگونه قدم برداریم و چگونه حرکت. با این سه شاغول، طرف و هدف و شرایط که وضع ما مشخص، اینا مسائلی بود که بعد در این زمینه بهش توجه داده میشد. تصفیه‌هایی بود که بعد روش کارهایی شروع بشه، از مصالح گرفته تا طرح جامعه، از وسعت خودمون گرفته تا روشی که باید به دست داشته باشیم. یک، بروتیه‌هایی که باید باهاشون کار کنیم، افرادی که باید باهاشون کار کنیم. دو، و شکل‌های این کار کردن. سه، و شاغولی که این شکل‌ها رو در هر دوره مشخص میکنه و ما رو کمک ما رو به مقصد میتونه برسونه. اللهم صل علی محمد و ما رو کمک ما رو به مقصد میتونه برسونه. اللهم صل علی محمد و ما رو کمک ما رو به مقصد میتونه برسونه. اللهم صل علی محمد و ما رو کمک